بریم سراغ ادامه تنظیمات تسکبارمون. راست کلیک میکنیم در این قسمت. ابزار بعدی که وجود داشت، حالا من قسمت تسکبیر رو فعال میکنم. قسمت بعدی قسمت قلم هستش که ما میتونیم از این قسمت هم برای نگارش استفاده کنیم. یک آیکونی در این قسمت نشون داده میشه. این قسمت مربوط میشه به قلم نوری و قلم‌های دیجیتال که حالا ما میتونیم از موسمون هم استفاده کنیم. حالت اول حالت نوت هست که ما میتونیم با استفاده از این قسمت حالا یادداشتی داشته باشیم و هر متنی که خواستیم در این قسمت بنویسیم. تعداد نوت‌های دیگه‌ای رو هم میتونیم به این صورت فعال کنیم که حالا توضیحاتی خواستیم برای بینندگان ارائه کنیم، این کارو میتونیم انجام بدیم. قسمت بعدی قسمت نقاشی هست که ما میتونیم چیزی مثل نقاشی رو ترسیم کنیم. حالا یک نمونهش رو اینجا برامون کشیده. ابزارهای مختلفی وجود داره که ما میتونیم از قلم‌های مختلف استفاده کنیم. این قسمت هایلایت هست که ما میتونیم اینجا بیاییم با رنگ‌ها و سایزهای مختلف هایلایت کنیم و رنگ‌آمیزی رو انجام بدیم. این قسمت ما مداد رو داریم. در این قسمت ما میتونیم با رنگ خیلی پررنگ‌تر بیایم ترسیماتمون رو با رنگ و سایز دلخواه خودمون انجام بدیم. در این قسمت هم میتونیم پاک کن رو داشته باشیم و قسمت اضافه رو پاک کنیم. خطکش رو هم میتونیم با به این صورت به صفحه کاری اضافه کنیم. همونطور که میبینید میتونیم با استفاده از این خطکش بیایم روش خط صاف رو بکشیم و مثل یه خطکش برامون عمل میکنه. پس این هم حالت خطکش هست که ما میتونیم با اسکرول موسمون به این صورت زمانی که ما اسکرول رو بچرخونیم خطکش هم دوران میکنه و همونطور که مشاهده میکنید با چرخوندن اسکرول موسمون میتونیم هر زاویه که خواستیم رو به خطکش ارائه کنیم و به این صورت خطکش رو برداریم. پس یه چیز کامل و جامعی هست که میتونیم ازش استفاده کنیم. در این قسمت آندو و ریدو رو داریم که ترسیمات انجام شده و کارهایی انجام دادیم رو به حالت قبلی برمیگردونه و قسمت ریدو رو داریم که به سمت جلو میریم و کارهایی که پاک شده بود دوباره برمیگرده. حالا شما میتونید اینا رو تست کنید خودتون. این قسمت هم که سیو رو داریم و میتونیم عکس رو سیو کنیم. قسمت بعدی از صفحمون یک اسکرین شات میگیره و همونطور که می‌بینید داخل صفحه ما می‌تونیم همون ابزارها رو داشته باشیم و مثلا در تدریس ازش استفاده کنیم و توضیحاتی رو به این صورت ارائه کنیم و این قسمت رو پاک کنیم. قابلیت ذخیره سازی برای اون قسمت هم وجود داشت. حالا من این قسمت رو می‌بندم، راست کلیک می‌کنیم. قسمت بعدی یه دونه صفحه کلید برای ما در قسمت پایین صفحه کاریمون ایجاد می‌کنه. همونطور که می‌بینید من روش زمانی که کلیک کردم به این صورت صفحه کلید باز میشه. اما میتونیم برای نگارش از این صفحه کلید هم استفاده کنیم. حالا من میام این قسمت غیر فعال میکنم. قسمت های بعدی که خاموش هستن برای چیدمان استفاده میشه. من مثلا میام دوتا فایل رو به این صورت باز میکنم و موقعیتشون رو به این صورت به هم میزنم. راست کلیک میکنیم الان اینها فعال شد. حالت اول حالت آبشاری هست که فایل ها رو به صورت آبشاری کنار هم دیگه قرار میده. ما میتونیم حالت بعدی رو داشته باشیم که میاد اونا رو زیر هم دیگه قرار میده. حالت ساید بای ساید کنار هم دیگه اونها رو قرار میده. قسمت بعدی هم که اونا رو به سمت پایین میبره و در قسمت تسکبار قرار میده. قسمت بعدی هم میگه که هر چیزی که پایین هست اونو به ما نمایش بده، یعنی پوشه هایی که پایین بود رو به ما نمایش بده. پس این قسمت هم برامون مشخص شد که چه کاربردی داره و ما باهاش چه کاری رو میتونیم انجام بدیم. حالا من این قسمت رو سایزش رو مشخص میکنم. ما در این قسمت تسک منیجر رو داریم که من انتخابش میکنم. وارد تسک منیجر میشیم. ابزارهایی که الان فعال هستن در این قسمت نشون داده میشه. میزان سی پی استفاده شده رو داره به ما نشون میده و حالا مموری استفاده شده رو داره به ما نمایش میده. اگه ما حالا برنامه باز کردیم که دچار آسیب شد و با ارور روبرو شدیم، به راحتی میتونیم اینجا روی اون برنامه راست کلیک کنیم و در این قسمت این تسک رو انتخاب کنیم. اون برنامه به صورت خودکار بسته میشه. حالا اگه ارور هم داشته باشه اون برنامه رو برامون میبنده.
پس دقت کنید اگه نرم افزاری قفل شد، هنگ کرد و نتونستید اونو ببندید، از این قسمت به راحتی میتونید اون نرم افزار رو ببندید. حالا اگه این قسمت هم مشاهده نکردید، احتمالاً به این صورت بود که ما مور رو انتخاب کنیم، جزئیات بیشتر رو مشاهده میکنیم. این قسمت رو میبندم، زیاد باش کاری نداریم. وارد بخش تنظیمات میشیم. این قسمت هم که تسکوارمون رو قفل میکنه، ما وارد تنظیمات میشیم تا در بخش تنظیمات بیشتر مواردی رو یاد بگیریم. ما در این قسمت وارد بخش تسکوار شدیم و ما اینجا حالت قفل تسکوار رو فعال کرده بودیم، تیکش خورده بود، در این قسمت هم آن هستش. ما اینجا میتونیم باز زدن و آن کردن این قسمت تسکوار رو به صورت موقت مخفی و هایدش کنیم. زمانی که به سمت پایین بیایم اون نشون داده میشه و به این صورت صفحه کاریمون بزرگتر میشه و این خیلی بهتر هست که این کار رو انجام بدیم تا صفحه کاریمون بزرگتر بشه. حالا زمانی که مثلا داشتیم ارائه میدادیم یا داشتیم توضیحاتی رو برای کسی داخل لپتاپمون معرفی میکردیم، میتونیم این قسمت رو فعال و غیر فعالش کنیم. بخش بعدی که میخوام بهتون یاد بدم بخش اسمال تسکبار هست که من با زدن این قسمت تسکبار کوچیکتری خواهم داشت و این قسمت اگه آف کنم تسکبار معمولی رو در این قسمت خواهم داشت. بریم سراغ قسمت مهم بعدی که وجود داره. ما میتونیم محل قرارگیری تسکبارمون رو هم مشخص کنیم که پایین باشه، سمت راست باشه، سمت بالا باشه و سمت چپ باشه. حالا با توجه به نیاز خودمون میتونیم تنظیمات رو انجام بدیم. ما میتونیم حتی آیکون نرم افزارها رو هم مشخص کنیم که به چه صورتی نمایش داده بشه. اگه ما حالت اول رو نشون بدیم، به این صورت فقط آیکونشون رو به ما نشون میده و توضیحاتش نشون داده نمیشه. قسمت بعدی اگه جا بود و فضای کافی داشتیم، نام اون نرم افزاری که باز هستن در قسمت پایین نشون داده میشه. اگه این قسمت پر بشه و تعداد زیادی ما نرم افزار باز کنیم، مانند حالت اول به ما به این صورت فشرده نشون میده. قسمت آخر هم نور هستش، یعنی تحت هر شرایطی یه توضیحات و عکس هر نرم افزار و فایل رو به ما نمایش بده که من توصیه میکنم این قسمت اول رو فعال کنید. بخش بعدی که وجود داره بخش ترن سیستم آیکونز هست که من اینو فعالش میکنم. در این قسمت ما میتونیم ابزارهایی که نیاز داریم رو در قسمت پایین اضافه و کم کنیم. الان من این قسمت رو باز میکنم. الان در این قسمت نتورک اینترنت فعاله. اگه من نتورک رو غیر فعال کنم در این قسمت نشون داده نخواهد شد. یا یعنی اینکه مثلا پاور فعاله، یعنی همون باتری ما فعاله، در این قسمت الان باتری نشون میده و اینترنت هم از اون فضا خارج شد. یا مثلا من میام در این قسمت ساعت رو فعال میکنم، ساعت و تاریخ رو به ما نشون میده. یا مثلا میتونم اکشن سنتر رو به این صورت فعال کنم و اکشن سنتر در این قسمت نشون داده میشه. این قسمت رو انتخاب میکنیم، در اینجا میاد یه توضیحاتی رو به ما ارائه میکنه و مثلا ما میتونیم اینجا بلوتوث رو فعال کنیم، غیر فعال کنیم، حالت ایرپلین رو در این قسمت فعال کنیم، اینترنت در این قسمت قرار میگیره و ما میتونیم توضیحاتی رو در این قسمت داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. و حالا میتونیم اینجا رو پاک کنیم و اون توضیحات و نوتیفیکیشن هایی که به ما نشون داده غیر فعال میشه و پاک میشه. یعنی ما در این قسمت میتونیم توضیحات، اخطارها و پیام هایی که ویندوز به ما ارائه میکنه رو مشاهده کنیم. در قسمت پایین هم حالا اینترنت رو میتونیم داشته باشیم که اینترنت رو به این صورت میتونیم فعالش کنیم و تنظیماتی رو میتونیم در این قسمت داشته باشیم که الان ما تمام پیام ها رو مشاهده کردیم، حالتش به این صورت خالی شد و دیگه حالت پر رو نداره. حالا تنظیمات دیگه رو هم میتونیم داشته باشیم و هر چیزی رو که خواستیم اضافه و یا کمش کنیم. دیگه در رابطه با تسکبار توضیح دیگه ای نداریم. حالا اگه در طول آموزش موردی هم به ذهنم رسید حتما بهتون توضیح میدم و بیشتر با قسمت تسکبار آشنا میشیم. الان شما تنظیمات عمده و کلیش رو یاد گرفتید. در قسمت بعدی میریم سراغ تنظیمات دیگه ویندوز و میخواییم با ویندوز بیشتر آشنا بشیم.